دار بروخت گرد ملال خون دل خوردن خورشید مسلم شده است مهمانی که خراسان شد از او باغ بهشت میزبان غم او عیسی مریم شده است از همان روز که زد سکه بنامش در توس شب کشتن خورشید مسلم شده است پای تخت دل صاحب نظران است اینجا پای تخت دل صاحب نظران است اینجا مشهد انگشت نمای همه عالم شده است گرچه من ذره ناقابلم ای شمس شموس باز پیوند من و عشق مسلم شده است تا کسی بنده سلطان خراسان نشود غمش از دل نرود مشکلش آسان نشود السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا ایام آخر ماه صفر سالروز رحلت جانگداز حضرت ختم مرتبت سید رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت دو جگر گوشش امام حسن مجتبی سبط اکبر و میوه دلش امام مهربانی ها امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام خدمت همه دوستداران پیامبر و اهل بیت عصمت و طاهرین ایشان تسلیت عرض میکنم امیدوارم که خداوند عزاداری های ما و شما را به لطف و کرمش قبول بفرماید در خدمت کارشناس محترم در چنین شب بسیار مهمی در شب شهادت امام رضا علیه السلام از جوار بارگاه نورانی و ملکوتی و آن حضرت در مشهد الرضا در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد روحانی هستیم سلام علیکم جناب استاد بزرگوار تسلیت عرض میکنم ایام رحلت پیامبر عظیم شان و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام را خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همچنین خدمت بینندگان و محترم برنامه شبکه هادی تیوی و عرض تسلیت به مناسبت رحلت جانگزاز پیغمبر اسلام سبط اکبرشان امام مجتبی و همچنین امام مهربانی ها علی ابن موسی الرضا علیه السلام سلامت باشید بله بینندگان عزیز و گرامی شما ما و شما بیشتر امام رضا را با القابش میشناسید از جمله معروفترین لقب و حضرت رضا هست و ما همیشه وقتی که عرض میکنیم به امام رضا سلام میکنیم میگیم به زیارت امام رضا میریم ممکنه بعضی حتی نام مبارک حضرت ندانه که علی هست در کنار لقب القاب دیگری هم امام هشتم داره بعضی از این القاب در منابع دینی به او اشاره شده مثل همین رضا و القاب دیگر ولی بعضی از القاب دیگر از دل و جان من و شما ما محبان و پیروان و عاشقان امام هشتم برآمده و با حضرت خطاب میکنیم مثل امام غریب مثل شاه خراسان مثل زامن آهو و امشب موضوع بحث ما مفهوم شناسی القاب امام هشتم امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام هست
امیدواریم که از این بحث شما هم بهره ببرین. تا آخر برنامه پس با ما باشید. از تلویزیون جهانی هادی با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از جوار بارگاه ملکوتی و منور امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در شب شهادت ایشان. خب جناب استاد گرامی، من قسم خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، خب در چنین شب یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم معرفت و شناخت خود نسبت به امام رضا بیشتر کنیم. خدا به اونایی که توفیق زیارت داده که در مشهد هستن از اونها التماس دعا می‌داریم، مخصوصا برای بقیه هم حتما دعا کنن. ما و شما هم قول میدیم که نایب زیاره همه بینندگان عزیز و گرامی و همه کسایی که دلشان برای زیارت امام رضا علیه السلام در مشهد پرپر میزنه باشیم. خب یکی از القابی که بسیار معروفه و امام رضا به او خطاب میشه و روش نقطه میشه، بگیم امام غریب یا غریب الغربا. چرا این لقب به امام رضا داده شده و ایشان با این لقب شناخته میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین من یک مقداری عقبتر برگردم. بله. در خصوص القاب و عناوینی که برای امامان معصوم اطلاق میشه، ما دو نوع لقب داریم. همین لقب که شما در مقدمه کلام خوب اشاره کردیم، یک نوع القاب، القابی است که از زبان و لسان امامان و پیشوایان دینی برای امامان ما مطرح شده و بازگو شده. بله. مثلا در مورد امام مجتبی و همچنین امام حسین علیه السلام دانیم سید و شهدا میگن، یا میگن سید و شباب اهل الجنه. بله. که شیعه و سنی این لقب رو برای امام مجتبی و همچنین ابی عبدالله الحسین از پیغمبر نقل کردن. اینا میشه القاب و عناوینی که جنبه تعیینی داره، یعنی یک امامی، یک پیغمبری در مورد یک کدوم از امام ها آمده این لقب رو استعمال کرده. در مورد امام هادی علیه السلام القاب متعددی داریم، از جمله امام هادی رو میگن خطیب الائمه یا خطیب الشیعه. این لقب رو خود امامان برای امام هادی دادن به خاطر این که اون دفاع مهمی که لازم است از امام و امامت صورت بگیره، کنه امام هادی در زیارت جامعه، در زیارت قدیریه آمدن این مهم رو انجام دادن. کنه امام هادی سخنگوی ائمه علیهم السلام هستن. این لقب میشه لقب تعیینی. قسم دوم از القاب و عناوین ائمه علیهم السلام القاب تعینی هستند، یعنی این گونه نبوده که یک امامی یا خود پیغمبر و یک معصومی این لقب رو برای امام بیایه اطلاق کنه، بلکه مردم جود و کرم و سخاوت و گشاده دستی رو از او دیدن، آمدن به او گفتن کریم اهل بیت. امام مجتبی علیه السلام که دیروز شهادت اینا رو داشتیم معروف و مشهور هستند به کریم اهل بیت. این لقب کریم اهل بیت رو خود مردم به امام دادن، خود مردم مدینه که ای بسا گرایش های اعتقادی اونها همسو و همجهت با امام مجتبی نبوده، اما آنقدر طعم شیرین سخاوت امام مجتبی رو چشیدن، آنقدر بر سر سفره کرامت امام مجتبی نشستن، چرب و شیرین این سفره رو استفاده کردن که دیگه همونها هم که مخالفان اعتقادی امام مجتبی علیه السلام هستن، امام رو کریم خواندن و او رو کریم اهل بیت لقب دادن. این لقب میشه یک لقب تعینی، یعنی آنقدر بر سر زبان مردم گفته شده تا همه او رو به همین لقب و عنوان شناختن. در واقع سبک زندگی اون امام یا واقعیت‌های زندگی و امام باعث شده که از دل اون یک لقب یا یک مثلا نامی برای و مربوط و اون شخص با اون لقب و با اون نام شناخته و معروف شد. بله. کرامتی که شما فرمودید، از بس که اهل کرامت و بخشش بوده، به هر کسی که این رو میدیده به یاد این لقب میفتاده و بعد شده لقب امام حسن مجتبی کریمه. بله.
لطف امام مجتبی رو میدیدن، مهربانی امام مجتبی رو میدیدن و بعد به امام مجتبی این لقب رو اطلاق کردن که گفت فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت و برتری، تو داد و دهش کن فریدون توی. امام مجتبی از بس دستگیری از مردم کردن، از بس سفره‌های خالی و توهی مردم رو پون از برگ و نوا کرد، مردمی که مخالف اعتقادی او بودن به امام مجتبی کریم گفتن. امام رضا علیه السلام هم از هر دو قسم لقب در منظومه القاب و عناوین خدارن، هم به امام رضا علیه السلام رضا میگن که یک لقبی است که خود امامان ما به حضرتش گفتن، و هم امام رضا علیه السلام رو قریب میگن. قریب انشاءالله عرض خواهیم کرد که به چه اعتباری امام رضا رو قریب خطاب کردن، و این لقبی نیست که ائمه ما به امام رضا داده باشند، بلکه خود مردم وقتی قربت رو در امام رضا احساس کردن گفتن پس این امام امام قریب باشه. حالا چرا امام رضا رو قریب میگن؟ سه تا وجه معنایی میتونیم در نظر بگیریم. اولین علت، عده‌ای میگن امام رضا علیه السلام قریبه به اعتبار این که دور از زادگاه و مولد خوب شهادت رسیده، محل تولد نا شهر مدینه بود، دور از فرزند، دور از خانه و کاشانه، در مرو و خراسان امام رضا علیه السلام توسط سم و زهری که مأمور عباسی به حضرت خوراند به شهادت رسیدند. به این اعتبار میگن امام رضا غریبه. اگر ما این معیار رو، معیار در غریب بودن امام رضا علیه السلام بدانیم، باید برخی دیگر از ائمه رو هم غریب بدانیم. امام حسین هم دور از محل تولد خو به شهادت رسید، در مدینه متولد، در کربلا شهید، در خانه خود نبود. باید به امام رضا، امام حسین هم قریب بگن که نمیگن. امام کاظم علیه السلام در مدینه متولد شد، در بغداد به شهادت رسید. امام جواد علیه السلام در مدینه متولد شد، در بغداد به شهادت رسید. اما به هیچ کدام از این دوتا امام قریب نگفتن. پس معلوم میشه این که امام رضا رو قریب میخوانن، یک وجه بهتری باید انسان دست پا کنه. در همین قسمت جناب استاد روحانی، خب این که در عراق اونها به شهادت رسن، همه که در عراق مدفون هستن، خب عراق فاصله چندانی از مدینه نداشته و از نظر فرهنگی و زبانی هم باز هم جز سرزمین اعراب شمرده میشده، ولی خب امام رضا بسی فراتر از اون سرزمین در خراسان بزرگ آن روز هجرت کردند و آداری به هجرت و مسافرت شد و همونجا دور از خانواده و اهل و عیال و کسان خود شهید شدند. شاید به این خاطر غربت به این معنا هم بیشتر سبت کنه به امام رضا. حالا این برمیگردم باز احتمالات دیگر حتما از زبانشون میشنیم. قبلش یک میان برنامه همگام و همراه میشیم با بینندگان خودمون برای تماشای میان برنامه. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. ابری سیاه چشم ترش را گرفته بود، ابری سیاه چشم ترش را گرفته بود، زهری توان مختصرش را گرفته بود. معلوم بود از وجناتش گرفته نیست، یعنی که رخصت سفرش را گرفته بود. از بس شبیه مادرش افتاد بر زمین، در انتهای کوچه سرش را گرفته بود. تا روبروی حجر خمیده رفت، از درد بی امان کمرش را گرفته بود. چشم انتظار دیدن روی جواد بود، خیلی بهانه پسرش را گرفته بود. بر روی خاک بود که پیچید بر خودش، آثار تشنگی جگرش را گرفته بود. افتاد یاد جد غریبی که خواهرش در بین قتلگاه خبرش را گرفته بود.
دیگر توان دیدن اهل حرم نداشت از بس که نیزه دور برش را گرفته بود. وقتی که شمر آمد و کارش تمام شد، خلخال دختری نظرش را گرفته بود. خلخال دختری نظرش را گرفته بود. سلام مجدد و عرض تسلیت مجدد خدمت شما شما بیننده برنامه و وقت بیننده از تلویزیون جهانی هادی از مشهد الرضا از جوار بارگاه ملکوتی و منور امام رضا علیه السلام هستیم. مثبت 964-780-555-43 ارتباطی تلویزیون جهانی هادی با شما بزرگواران هست از طریق واتساپ و تلگرام بتانید با ما مرتبط شوید. خب اگر سرصدای میشنوید به خاطر سرصدای دسته های عزاداری است که امشب سیل و انبوه جمعیت از مناطق مختلف و مشهد آمدن در اطراف حرم مطهر امام رضا در حال عزاداری و سینه‌زنی هستند. بر صورت از این بابت ما هستیم که ممکنه سرصدای جانبی مزاحم شنیدن صدای کارشناس باشه. خب به هر صورت برنامه زنده و در فضای باز بسیار چیزی طبیعی هست. دعوت میکنم به تماشای ادامه برنامه. جناب استاد روحانی بزرگوار، در وجه این که امام رضا را چرا امام غریب یا غریب الغربا میگوییم، شما یک وجه رو بیان کردید که از وطن پدر و مادری و اجدادی خود که مدینه بود دور افتاد و در خراسان اینجا هجرت کرد و در همین جا از دنیا رفتن و قبرشان اینجاست. آیا به این معنا واقعا غریب بودن یا اینکه معنا و چه دیگه‌ای داره این لقب؟ بله، وجه دومی که برای غریب بودن امام رضا علیه السلام آمدن مطرح کردن ارتباط داند به اون ماجرای ولایت عهدی که مأمون عباسی تحمیل کرد بر امام رضا و این سبب ریزش برخی از مریدهای امام رضا و پیروان حضرت علی ابن موسی رضا شد. می آمدن مقابل امام رضا می ایستادن، بعد می گفتن شما با این که سن و سالی از شما گذشته، از اولاد پیغمبر هستی، ادعای امامت میکنی، بله، اما سرپیری، زهد و وارستگی دنیا رو کنار گذاشتی و تمایل به دنیا پیدا کردی. نشانه او هم اینه که رفتی ولایت عهدی مأمون عباسی که 20 سال سنن از تو کمتر رو پذیرفتی. این به خاطری بود که امام رضا رو درک نمیکردن، شرایط زمانی امام رضا رو نمیفهمیدن، لذا می آمدن این حرف رو به امام رضا میگفتن و امام رضا به این اعتبار هم میتواند قریب اطلاق بشه. البته امام رضا دفاع میکردن از خود میفرمودن اولا ما ولایت اهلی رو خود من انتخاب نکردم، تحمیل ما بشده، مأمون مجبور کرد که من ولایت عهدی او رو بپذیرم، رضایت من نبوده. از طرفی مأمون یک شخصیت مسلمانه، حداقل ظاهر اسلام رو که قبول کرده. و بعد می آمدن امام رضا ماجرا رو گره می زدن به ماجرای یوسف نبی، می گفتن یوسف پیغمبر با اینکه پیغمبر و پیغمبرزاده بود رفت پیش پادشاه زمانه خود، با اینکه موحد هم نبود به او پیشنهاد داد که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میشه من رو به عنوان وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی خو منصوب کنی؟ من هم علم دانم، تخصص دانم و هم آدم امینی هستم، مال مردم رو خرج کارهای شخصی خو نمی کنم. امام رضا فرمودن یوسف پیغمبر بود این کار رو کرد، چرا حالا وقتی که به ما تحمیل شده اعتراض میکنه؟ پس امام رضا گاه قریبه به این معنا. اما معنای سومی که بهتر میشه امام رضا رو به این اعتبار قریب دانست اینه که امام رضا علیه السلام بیشتر از خودی ها ضربه خورد.
یعنی امام رضا حقیقتاً با اینکه در وطن خود بود اما باز هم قریب در وطن امام رضا علیه السلام بود. در زمان امام رضا حضرت با مشکلهای متعددی مواجه بودند، از جمله فرقه درست شد به نام واقفیه، توقف کرده بودند عده‌ای بر امامت موسی بن جعفر و امامت امام رضا علیه السلام رو قبول نکردند، نپذیرفتند و اینها قصد همراه کردن سایر مسلمانان و شیعیان و پیروان امام رضا رو با خود داشتند. هم بزرگان واقفیه با امام رضا علیه السلام اهل جنگ بودند، یارگیری میکردند، میرفتند دنبال بزرگان اصحاب موسی بن جعفر و بعد هم امام رضا مثل جناب یونس بن عبدالرحمن، او رو میخواستن همراه خود کنن، دنبال صفوان جمال، حتی با پول دادن، با خریدن که تو هم بیا امامت امام رضا علیه السلام رو انکار کن. افرادی بودن که اینا جزء وکلای امام کاظم بودن، مثل محمد ابن مروان قندی، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، پولها و وجوهاتی از سهم مبارک امام به دست این وکلا بود، به خاطر که به امام بعدی یعنی امام رضا نسپنن امامت امام رضا رو انکار کردن، گفتن موسی بن جعفر شهید نشده، او به معراج رفته، او عروج کرده، به آسمان ها رفته، تا این پول رو ندن. خب اینا که بیکار نمی نشستن، سعینا و هدفنا یارگیری از بدنه پیروان امام رضا علیه السلام بود. به همین میزان که واقفیه مخالفت با امام رضا کرد و خودی ها و نیروهایی که تا دیروز جزء مریدان و پیروان اعتقادی امام رضا بودن، امروز در مقابل حضرت سفارایی کردن و در مقابل حضرت دارن ایستادگی میکنن، عده از فرقه زیدیه که اینها هم متاسفانه همراه با این جریان امامت نشدن، به امام سجاد علیه السلام توقف کردن، زید ابن علی رو به عنوان امام خو قبول داشتن. اینها هم در زمان امام رضا علیه السلام یک مقدار قدرت گرفته بودن و هم سران واقفیه هم بزرگان زیدیه رفته بودن به سراغ پیروان امام رضا، حتی برادران امام رضا علیه السلام، اونها رو با پول و تطمیع و تهدید همراه با خود بکنن که به یک شکلی علیه امام رضا علیه السلام اینا ایستادگی کنن، و خیلی ها این ایستادگی رو کردن. با امام رضا علیه السلام سر جنگ و نزاع و دشمنی برداشتن، امامت او رو انکار کردن و خیلی تهمت ها و افترائی که انسان خجالت میکشه در محضر امام رضا علیه السلام اونها رو بر زبان جاری کنه، همین نیروهای خودی، همین واقفیهی که تا دیروز از پیروان امام رضا بودن، همین بزرگان زیدیهی که خود رو شیعه می دانستن، علوی می دانستن و بالاتر برخی از برادران و عموها و عموزاده های امام رضا علیه السلام آمدن علیه امام رضا علیه السلام جبهه گیری کردن، به این اعتبار که امام رضا از نزدیکان خود مورد قهر واقع شد، مورد ستم واقع شد و همین نزدیکان ها با امام رضا مقابله و ستیزه کردن، امام رضا رو نشناختن. ما به امام رضا قریب الغربا میگه، در واقع به این معنا که در حق امام رضا حق ناشناسی کردن، یعنی اون معرفت لازمه که باید درباره ایشان میداشتن نداشتن، منکر حق ایشان شدن، منکر امامت و جایگاه بزرگ ایشان شدن. بس به این معنا هم بس میگیم که امام غریب است. حتی در تاریخ ما بیان دارم وقتی مطالعه میکردم درباره عرض به حضور شما که پسر ایشان که امام جواد علیه السلام هست هم بعضی آمدن مثلا و حضرت رو اذیت کردن و اتصابش به حضرت رو زیر سوال بردن. بله. این نظر حضرت چقدر اذیت شدن؟ بله، به این اعتبار بله، آزارهای متعددی امام رضا علیه السلام از نزدیکان خود دیدن. گفت
شیشه را نزدیک تر از سنگ نباشد خیشی. هر شکستی که به ما میرسد از خیشتن است. امام رضا از خودی ها بیشتر ضربه دیدن. بله، مأمون ها و متوکل ها و هارون الرشید ها امامان معصوم ما رو به شهادت رساندن، ما منکر این مسئله نیستیم، اما به اعتبار این که از برادر و یا برادرزاده و امامزاده انسان توقع نصرت و یاری داره، توقع حمایت و عنایت داره و اینها این کار رو علیه امام رضا علیه السلام نکردن، امام رضا غریبه. البته موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام تقریبا این مسئله رو پیش بینی میکردن، لذا گاه در روایت به همین مسئله اشاره میکردن، توصیه میکردن که اون امام بعد از من فرزندم علی ابن موسی رضاست، فسالوه عن ادیانکم، اگر میخواهید دین و خور بشناسین بریم پیش او، محضر او بریم شاگردی کنین، زانو بزنین. این توصیه ها رو میکردن امام کاظم علیه السلام. حتی فرمودن که ویل لمن ظلمه، ویل لمن جحده، وای به حال او کسی که به امام رضا ظلم کنه، وای به حال او کسی که فرزند من علی ابن موسی رو انکار کنه. بعد امام کاظم انکار ولایت علی ابن موسی رضا رو همسنگ و همسو با انکار ولایت امیرالمؤمنین میدانن، میفرمایند من انکره فقط انکر ولایت امیرالمؤمنین، هر که علی ابن موسی فرزند من و ولایت او رو انکار کنه که انه ولایت جد من علی علیه السلام رو انکار کرده. و ما میبینیم که یک عده آمدن این انکار رو انجام دادن و امامت امام رضا علیه السلام رو منکر شدن. به این اعتبار امام رضا علیه السلام قریب است. بسیار عالی است، بازدارم از شما اجازه بکنیم که همراه با آسمان است، خسوف قمرش معلوم است، دیگر او رفتنی است، از خبرش معلوم است، کولبار سفر آخرتش را بسته، از مناجات نماز سحرش معلوم است، موی آشفته و اوضاع به هم ریخته اش، با عبایی که کشیده به سرش معلوم است، دو قدم راه نرفته چقدر می افتد، ناتوان بودنش از زخم پرش معلوم است، وسط حجره در بسته به خود می پیچد، اثر زهر بر روی جگرش معلوم است، خواهرش نیست اگر وضعیتش این گونه است، پاره های جگرش دور و برش معلوم است، لب او سرخ شد اما به خدا چوب نخورد، خیزران در وسط چشم ترش معلوم است، روی خاک است ولی زیر سم اسب نرفت، روزه عصر دهم در نظرش معلوم است، صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا. بله، عرض کردم که سرصداهای اطراف ممکنه باعث شد صدای بنده یا کارشناس بزرگ شما نشد، ولی از این طرف شما را در فضای اطراف همین هست قرار بده و اون حال و هوای
مشهد و رضا در شب شهادت امام هشتم را به شما میرسانه و شما دلتون روانه مشهد میکنید و از طریق همین برنامه ما سلام عرض کنید به این گنبد نورانی و صاحب قبر امام هشتم علی بن حسین را سلام انشاءالله سلام شما پذیرفته شود و امام هشتم عمل کنید گرامی جناب روحانی. مشهورترین لقب امام علی ابن موسی رضا هست، اما بیشتر میگیم امام رضا علیه السلام. به چی معناست و از کجا آمد؟ بله، امام کاظم علیه السلام با اینکه فرزند بزرگوان خود علی نامیدن، اما خیلی علاقه و اشتیاق داشتن که امام رو رضا بخوانند. گاه میفرمودن ادعوا لی ولدی الرضا، بنید پسر من رضا رو صدا کنید. با اینکه خود امام کاظم نام علی رو بر فرزند خود گذاشته بودن، اما دوست داشتن که امام رو رضا بخوانند. این رضایی که در امام رضا علیه السلام هست میتونه حکایت کننده از مقام رضایت و تسلیم امام رضا علیه السلام در مقابل تقدیرات الهی باشه. یعنی رضا به داده بده و از جبین گره بکشای رو امام رضا علیه السلام در تمام مدت عمر خود داشتن. این که عده‌ای می آمدن مقابل امام رضا با زبان طعن و شکایت نیش می‌زدن امام رضا علیه السلام رو که تو رفتی ولی عهد مأمون شدی، اما امام رضا علیه السلام به این مسئله و به این زخم زبان‌ها هم حتی رضایت می‌داد. عده‌ای می‌گفتن تو فرزند نداری لذا امام نیستی، چون امام رضا علیه السلام تا سن 48 سالگی اولاد نداشتن. خدای متعال امام جواد علیه السلام رو بعد از 48 سالگی به امام رضا علیه السلام عنایت کرد. اشتباه نکنم تنها فرزند حضرت امام بله. جواد هست. تک فرزند بودن امام جواد علیه السلام امروز. بله. اما یک بار شما نمیبینید که امام رضا علیه السلام از خدا شکایتی بکنن که زان یار دلنوازم شکریست با شکایت؟ اصلا نه. در تمام مراحل عمر امام رضا علیه السلام راضی به مقدرات الهی بودن. خب حالا اگر انسان بخواهد به این رضا برسه، یا ما بخواهیم پشت صحنه مقام رضای امام رضا علیه السلام رو بررسی کنیم، باید حداقل دو تا ویژگی در انسان ایجاد بشه تا به قله رضایتمندی انسان در زندگی دست پیدا کنه. برای رسیدن به رضا انسان نیاز به نور علم داره و شور عشق داره. اگر نور علم و آگاهی و همچنین شور عشق و شیدائی در وجود انسان جای بگیره، این دوتا میتونن انسان رو بدرقه کنن و بنسونن به کوی رضوان الهی و انسان رو مسلط کنن به رضایتمندی و تسلیم در مقابل اوامر و دستورات خدای متعال. البته نه هر علمی و البته نه هر شور عشقی، بلکه علمی که سابقه جهل ندیشته باشه. چون علم گاه انسان علم تولید میشه بریو اما قبل نبوده. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. من عذرخواه هستم یک لحظه. بینندگان عزیز و گرامی، بعضی از شماها التماس دعا گفتند در چنین شب بسیار ارزشمندش، در شب شهادت امام هشتم. ما حتما نایزاره شما هستیم، از خدا میخواهیم که به حق امام هشتم امام رضا علیه السلام حاجت همه ی حاجت امام رضا علیه السلام و شفاخانه معنوی اونجاست. امیدواریم که در چون شب حاجت امام
بله جناب استاد روحانی، بله فرمودید که یکی از مسائلی که به این مقام رضا انسان میرسند علم است. بله، اگر انسان بخواهد به رضایت مندی برسه باید نور علم در وجودی و تابش داشته باشه و علمی که سابقه جهل نداشته باشه و علمی که نقض هم نشه. خب حالا این دوتا چی رقم به دست میایه؟ وقتی علم انسان گره بخوره به علم الهی، وقتی که علم انسان از آبش خوره وحی تغذیه بشه. خدای متعال علمی و سابقه جهل نداره و کان الله علیما حکیما، پیوسته این علم در ذات احدیت بوده به شکلی که متکلمین علم رو جزء صفات ذات باری تعالی مد نظر میگیرن. خب الان ها کنیم، اگر علم انسان مثل علم خدا بشه، از علم الهی نشأت بگیره، دیگه سابقه جهل نداره، دیگه این علم انسان نقض نمیشه. امام رضا علیه السلام اوج علم و درک و دانایی رو در زمان خدانه، به شکلی که امام رضا رو عالم آل محمد هم میگن و یکی از القاب دیگه حضرت همیز که شما احسنتون عالم آل محمد. بله جناب استاد روحانی، خود این سوال خلق میشه که بقیه ائمه هم از چنین جایگاهی برخوردار بودن، بقیه ائمه هم علمشان به سرمنشه علمشان به علم الهی برمیگشت، آنچرا که خدا اراده کرده بود که اراده کرده بود که اینها میدانه و اینها میدانست، چطور شده که فقط این لقب به امام هشتم داده شده؟ احسنتون، که امام هشتم عالم آل محمد. احسنتون، سوال خوب کردین. امامان ما بله. همه عالم هستند، کلنا نور واحد، اما چرا امام رضا رو عالم آل پیغمبر می فرمایند؟ به اعتبار این که ظهور و تجلی علم اهل بیت در زبان امام رضا علیه السلام، خصوصا از حیث کلامی. درست. در مباحث فقهی ما صادقین علیه السلام و باقرین علیه السلام رو داریم، یعنی در مباحث فقهی او چیزی که جزء تراث فقهی ماست همه رو وامدار این دوتا امام هستیم. اما در مباحث کلامی و اعتقادی چون ظهور و بروز امام رضا علیه السلام بیشتر بوده، امام رو عالم و آل پیغمبر گفتن. از طرف امام رضا با همین پشتوانه علمی به مباحثه و مناظره با علماء سایر ادیان می آمدن و همه اونها رو زمینگیر میکردن، همه اونها رو شکست میدادن. به این سبب میشد که علم اهل بیت بیشتر به چشم مردم بیایه، مردم بیشتر از علم امام صحبت کنن و علم امام رضا بیشتر ظهور و بروز پیدا کنن. درست. پس در واقع به همون نقطه اول شما میرسیم که بعضی از این القاب برمیگرده از واقعیت‌های زندگی اون شخص و اون معصوم. در زمان امام حسن مجتبی اون کرامت حضرت بیشتر زمینه بروز و ظهور پیدا کرد تا مثلا زمینه علمشان زمینه ظهور بروز پیدا کنه، ولی در زمان امام هشتم با توجه به اینکه مکاتب فکری و کلامی فعال بوده و از اون طرف مأمون هم کسی بوده که بیشتر دوست داشت در این زمینه فضا را فراهم کنه، و اینجاست که امام هشتم قد علم میکنه و خورشید هشتم ظهور میکنه و مردم از علم الهی و حضرت مستفیض میشن و مخصوصا در جنبه های اعتقادی و کلامی. بله. و میشه عالم آل محمد. بله. این مقام رضای امام رضا بله. منوط به دو چیز بود. بله. یکی نور علم بود و در کنار نور علم حتما باید شور عشق هم باشه. درست. حدود یک دقیقه فرصت بله. هست اگر این شور عشق رو باز شما میتونین به یک لقب دیگری از امام رضا علیه السلام برگردانید که به این امام میگن امام رؤوف، امامی که رحمت او حسیه، امامی که رحمت او را همگان طعم شیرینی رو چشیدن. اگر این نور علم و شور عشق دست به دست هم بده، از یک طرف عالم آل پیغمبر میشه، از یک طرف دیگه امام رؤوفی میشه که حتی به دشمنان خود هم نظر لطف داره. و حقیقتا باید انسان محضر امام رضا بگه که دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر داری. خداوند بر شما بسیار
سپاسگزار هستیم از جناب عالی که تشریف آوردید و در این بحث شرکت کردید. بله، ز آستان رضایم جدا جدا نکند، منو جدایی از این آستان خدا نکند. خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند، منو جدایی از این آستان خدا نکند. همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی در شب شهادت امام هشتم مرداد حضرت السلام با شما خوبان خداحافظی میکنیم. نایب زیاره یکایک شما بینندگان عزیز، شما ارادتمندان امام هشتم مرداد حضرت السلام در مشهد مقدس هستید. خداوند یار و نگهدار.